سرخط خبرها. بزرگترین فرمانده پنجشیری که هم ولایت پنجشیر را تسلیم کرد و هم بزرگترین یک آموزشگاه تروریستی ساخت. کوچ اجباری خانواده های نظامیان پیشین در ولایت بلخ. سازمان ملل تصمیم گیری درباره نمایندگی افغانستان را به تعویق انداخت. کاظمی به عنوان سفیر جدید ایران در کابل معرفی شد. و طالبان پاکستانی: با روحیه و جنگ افزاری که در پاکستان داریم می توانیم چندین دهه بجنگیم. سلام دوستان، به یک دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. کوچ اجباری خانواده های نظامیان پیشین در ولایت بلخ. طالبان شمار از خانواده های نظامیان پیشین را که در منطقه فرقه 18 در ولسوالی دیدادی بلخ زندگی می کنند از خانه هایشان بیرون کردند. شمار از این خانواده ها به خبرگزاری آمو گفتند که طالبان از دو ماه به این سو کوچ اجباری خانواده های نظامیان پیشین را در این منطقه آغاز کردند. این خانواده ها گفتند که طالبان مردان را که خانه هایشان را ترک نکنند بازداشت و شکنجه می کنند. یک باشنده محل با حفظ هویتش می گوید: این خانه مربوط خود ما می شود و زمین این خانه به نام ما در املاک وزارت دفاع ثبت است، اما مردهای ما چهار شب می شود که در بند طالبان و زیر شکنجه هستند. یک بانو در این منطقه زندگی می کند. او می گوید از 40 سال به این سو در همین منطقه زندگی کردند، اما طالبان نخست از آنان به نام کرایه پول می گرفتند و اکنون آنان را تهدید کردند که باید خانه هایشان را ترک کنند. این بانو با گریه می گوید که طالبان روزانه 4 تا 5 تن از اعضای این خانواده ها را بازداشت و شکنجه می کنند تا مجبور شوند خانه هایشان را ترک کنند. منابع محلی شمار خانواده هایی که از این منطقه کوچ داده شدند 40 تا 45 خانواده گفتند. آنان می گویند که از دو ماه به این سو طالبان هر هفته 5 تا 10 خانواده را از خانه هایشان در منطقه دیدادی مجبور به کوچ می سازند. این بانو می گوید مردان ما از وزارت دفاع طالبان امر آوردند، اما طالبان به امر وزارت دفاعشان گوش نمی دهند. چند مدت از ما کرایه جمع‌آوری کردند. به مرور زمان 4 تا 5 نفر را برده در کانتینر که زیر آن آب یخ را رها می کردند زندانی می کنند. لد و کوب و شکنجه می کردند. کوچ را در سرک می انداختند. ما بودجه کرایه خانه یا خرید خانه را نداریم. ما نان برای خوردن نداریم. در حق ما ظلم روان است. اعضای خانواده های شمار از این نظامیان گفتند که در حکومت های گذشته خدمت کردند و 35 تا 40 سال به این سو در اینجا زندگی می کنند. این خانواده ها گفتند زمین های از سوی دولت به گونه قانونی برایشان داده شده است، اما طالبان آنان را کوچ اجباری می دهند. سازمان ملل تصمیم گیری درباره نمایندگی افغانستان را به تعویق انداخت. مجموعه عمومی سازمان ملل متشکل از 193 عضو روز جمعه 25 قوس بدون رأی گیری تصمیم کمیته اعتبارنامه سازمان ملل را تصویب کرد. بر اساس گزارش کمیته اعتبارنامه سازمان ملل، تصمیم برای اعطای کرسی افغانستان در سازمان ملل به طالبان و حکومت نظامی میانمار برای دومین بار به تعویق افتاد. قرار است کمیته اعتبارنامه سازمان ملل درباره این تصمیم در 9 ماه آینده تجدید نظر کند. این کمیته 9 نفری شامل روسیه، چین و ایالات متحده است. پیشتر کمیته اعتبارنامه این سازمان تصمیم گیری در این مورد را به تعویق انداخته بود، اقدامی که کرسی افغانستان را در اختیار نماینده حکومت پیشین باقی می‌گذارد. این در حال است که در کنار کرسی افغانستان، سرنوشت کرسی میانمار و لیبیا نیز در این جلسه مطرح شده و تصمیم گیری در مورد آنها نیز به تعویق افتاده است. کاظمی به عنوان سفیر جدید ایران در کابل معرفی شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که حسن کاظمی به عنوان سفیر جدید ایران در افغانستان معرفی شده است. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه 26 قوس در اطلاعیه اعلام کرد که کاظمی همچنان نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان خواهد بود. گفتنی است که کاظمی از چند سال به این سو
به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان فعالیت داشت. روز گذشته ایران اعلام کرد که ماموریت امینیان سفیر پیشین این کشور در کابل به پایان رسیده است. ملاحی بطلا از سوداگران سیاسی پنجشیر تشکر کرد. جنرال جلد فرمانده یک آموزشگاه تروریستی شد. شخصی که از نام ملاحی بطلا با مسئولین محلی پنجشیر دیدار کرده، از کسانی که در سپردن پنجشیر با آیسای داوطلبانه کمک کرده بودند قدردانی کرد. طالبان پاکستانی: با روحیه و جنگ افزاری که در پاکستان داریم می توانیم چندین دهه بجنگیم. رهبر تحریک طالبان پاکستانی تاکید کرده است که گروهش به کمک گروه طالبان افغانستان نیاز ندارد. با گزارش سپوتنیک به نقل از افغانستان انترنشنل، نورولی رهبر تحریک طالبان پاکستان در مصاحبه با سینن می گوید این گروه از داخل خاک پاکستان در برابر دولت این کشور می جنگد و با روحیه و اسلحه‌ای که در خاک پاکستان موجود است می تواند چندین دهه به جنگ ادامه دهد. نورولی تاکید کرده است که گروهش به کمک طالبان افغانستان نیاز ندارند. این گفتگو زمان نشر شده است که اختلافات بین دولت پاکستان و گروه طالبان افغانستان اوج گرفته است. دولت پاکستان گروه طالبان افغانستان را متهم کرده اند که بر رهبران تحریک طالبان پاکستانی به قدر کافی فشار نیاورده تا جنگ را در پاکستان متوقف کنند. اسلام آباد ادعا کرده است که حملات بر غیر نظامیان این کشور در داخل خاک افغانستان در حریزی می شود و طالبان افغانستان تحریک طالبان پاکستان را در خاک این کشور پناه داده است. در اواخر بهار سال گذشته، نورولی رهبر تحریک طالبان پاکستان به سینین گفته بود که نیروهایشان به طالبان افغانستان کمک کردند که نیروهای آمریکایی را از کشورشان بیرون برانند و در عوض این کمک از طالبان افغانستان توقع دارند در جنگ با دولت پاکستان به آنها کمک کنند. خبرنگار سینن به تازگی در مصاحبه ای از آقای ولی مسعود پرسیده است که آیا طالبان افغانستان همان طور که در بهار پارسال توقع داشت به این گروه کمک می رساند؟ رهبر تحریک طالبان برای پاسخ گفتن به این سوال با احتیاط برخورد کرد و گفت ما از داخل خاک پاکستان با دولت می جنگیم. ما این توانایی را داریم تا با استفاده از خاک پاکستان و با روحیه آزادی بخش و اسلحه‌ای که در این کشور موجود است برای چندین دهه به جنگ ادامه دهیم. زمانی که خبرنگار از آقای ولی میپرسد آیا او تلاش میکند روابط گروهش با طالبان افغانستان را پنهان نگه دارد، رهبر تحریک طالبان پاکستان گفت گروهش به کمک طالبان افغانستان نیاز ندارد و وقتی که چنین نیاز وجود ندارد چرا باید پنهان کاری کند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب کنید.